این مستقیم تو یک چه بسیار خطرناک. آه مشکل است. زهر و گولایی باست. چندین آیات آمد نه نمیتونی برم. خب مقبره فیض محمد کاتب هزاره اینجاست. علامه فیض محمد کاتب هزاره. در سال 1204 خورشیدی چشم به جهان گشودم. در ایام جوانی قلم را گرفتم، نگارنده تاریخ و رویدادهای سرزمینم را از سال 1125 الی 1109 خورشیدی به رشته تحریر درآوردم و معروف به ملا فیض محمد کاتب هزاره شدم. سالهای بیش از 100 جلد مجله و کتاب نوشتم تا به شما نسل آگاه اهدا کنم که بادا شما روشنگر شمها در فردا و فرداها باشید. در 12 حوت 1309 رخت سفر از جهان بستم و در این گوشه خلوت گزیدم و امروز مرا پدر تاریخ معاصر افغانستان میخوانند. تاریخ اشتباه نکردم. 1125 الی 1300 تقریبا 170 چند سال میشه. تولدشان دفتر است؟ 100 سال در سال 1240 1125 میشه. 1240 خورشیدی چشم به جهان گشودم و در ایام جوانی نقطه خورشیدی برشته تحریر در آوردم گفتن. خب اگر تاریخ شد 1125 تا 1309 بسیار طولانی میشه. آه طولانی میشه، زیاد میشه. 134 سال باید شد. خب اما برای من چیزی که زیاد مهم از اینجا کاتب از آره یک آدم خورده نبوده. بله یه طور است که سابق و گپ نبود. من همین گپ من خلاص کنم پرویزی سایی که باز گپ نیم کلمه ایمانا. کاتب از آره آدم خورده نبوده، اما چرا توجه صورت نگرفته به مقبره ازی؟ بسیار مقبلای مفشن ما داریم در وطن، اما این آدم نه ای قسم نه او قسم چرا توجه صورت نگرفته؟ یه طور است که اولی معلوم نبود قبرش، پس آن یکی از فامیلاش که از خارج آمد گفت که در اینجا به حساب کاتب هزاره بگویم یا فیض محمد کاتب دفن است. ما هنوز هم اطمینان حاصل نیست که همی جهست یعنی، ولی همو فامیل از او قوم از او دوست از او گفت های نمی جهست، یعنی میرم نو تیار کرد، یعنی کل قبرها یک برابر بود یک رنگ بود که نبود که کی است کی نیست. یک تخته سنگ رویش گرفتن بخاطر که شناخته شوه. نه همی چهار دیوالی رو میاد کردن، چهار دیوالی نبود، یعنی جب و تاق نبود و سنگ این تخته سنگ نبود، سمت اینجا نبود، اینی را کلش هم فامیلش کرده که دیگه شام شاید در روزا شروع کرده، دیگه شام ببینیم که دیگه چی میخواین چی میکنن. و یک چیز بگم، فیض محمد کاتب تنها اینه که به مردم یک نوشته کرده که فیض محمد کاتب هزاره، که از هزاره نه بلکه از تمام مردم کابل زیادتر از مردم چندول است، به خاطر از اینکه مسجدی که به نام قلعه هزاره چندول است او خمی جور کرده بود و خدمتی که در سطح نوی اول به حساب دستایی چون دور کرده بود فکر نمیکنم که بسیاری بزرگایی کار کرده باشه که از نویسندگی، از خطاطی، از رسامی، از فامیدگی و اولین کاتب بود که به حساب پادشاهی سابق منشی بود یا منشی دربار بود یا کاتب دربار بود و اینجا می آمد خدمت خود در نوی اول و دستایی چون دور. تکلیف ما هم همی است که جز نوشتن تاریخ، جز امو کتابت دیگه کار نکرده، خدمت بر اولاد وطن یا بر نسل امروز کرده، چرا بالاخره توجه صورت نمیگیره؟ تا چه وقت خویشاوند و فامیلایشان بیای خدمت بکنه برشان؟ یک چیز برتان بگویم که ما خو از وقتی که ما اینه به حساب 50 سال شده 30-40 سال شده جنگ کردیم، اید نفهمیدیم که کی در کجا دفنه. همین الان اگر ما برتان بگویم بسیاری بزرگایی که اینجا قبرش یافت نمیشه، به می خاطر ایسایی یک جنگ زده بود و او را خوشبختی که خود فامیلش آمده امیر نشانی کرده که اینمی است، شاید بعد از این بسیار کارهای خوب و جور شد. خدا مهربان است. اجازه پرویزی صاحب باشه من یک وضاحت بتم. تاریخ افغانستان سراسر مشهون از بی‌عدالتی ها و به خصوص عدم موجودیت عدالت اجتماعی است. مقبره را که شما امروز میبینین از یک تاریخدان، از یک مورخ، از یک آدم صاحب قلمی که در زمانش شاید نمونه بوده باشه، کس دیگه نبوده، از اوست.
ولی ای رو بیاد داشته باشین که او قدر ظلم و ستم و بیعدالتی اجتماعی و تبعیض‌های قومی و ملیتی و مذهبی در افغانستان متاسفانه حاکم بوده که ای بزرگوار یک جای مشخص بر خود نداشته. این محوطه رو که شما میبینین ای اصلا قبرستان یکی از اهالی چندول است و این نشانگر ظلم و مظلومیت، ظلم حاکمیت ها و مظلومیت ای بزرگ است که وقتی فوت میکنن عمر خود در دربار و در تاریخ و در کنار شاه ها تیر میکنن، امو حاکم ها همه قنا میکنه که ایره در یک محل مناسب در یک جای درست در یک محوطه درست دفن کنه و مردم محل به اساس شناختی که با این بزرگوار داشته از زندگی که در این محیط میکرده آوردن در یک قبرستان اهالی منطقه ایره دفن میکنه، در حالی که چی شایسته بود ببینین شما پادشاه هایی را که جورا و ستما کردن امروز چی رقم آرامگاه ها برشان جور کرده. شایسته ای بود که یک جای بسیار مناسب، یک تپه بسیار بزرگ، یک ادیره بسیار خوب برازی جور میکرد که با امروز ما به عنوان یک بخش از تاریخ افغانستان بله دقیقا بود میکردیم، ولی فعلا میبینیم قبرهای مردم از همی عدیره مربوط دو سه فامیله و به حساب بولوس اینجا ایمان داده. خب خدا مهربان از گپ پرویزی صاحب که در آینده های نزدیک روی ازی توجه صورت بگیره.